یعنی محورهای اصلی که در این گزارش بهش اشاره شده از نظر شما چی هستن؟ متشکرم. همطور که توقع می رفتش از گزارش دبیر کل، این گزارش گزارش نسبتاً جامعی است و همینطور به شکل متوازن و بی‌طرفانه و کاملاً عینی‌گرایانه تهیه شده. نیلوفر عزیز به بخش‌های مختلفش پرداخت. اگر که اجازه بدین، در روزهای گذشتن به این مسئله زیاد پرداخته شده. اگر اجازه بدین من به بخش مربوط به زنانش بیشتر بپردازم. در گزارش از جمله در مورد 14 اعدام 14 زن صحبت شده و اینکه حداقل ما می‌بینیم که در این مورد مساوات در نظر گرفته شده از طرف جمهوری اسلامی. وقتی که شلیک می‌کنن به تظاهر کنندگان، دیگه زن و مرد نداره اونجا، به زن‌ها هم به همون اندازه شلیک می‌کنن. در گزارش به اشتغال زنان پرداخته و اینکه حداقل 1.3 میلیون نفر زن کمتر از زمان پاندمی در ایران در بازار اشتغال هست، در اشتغال دارند کار میکنند و 21% کمتر شده این تعداد. خب به قانون جوانی جمعیت حمایت از خانواده که حالا شما بخونین اون رو، حمایت از تبعیض علیه زنان در خانواده، به اون پرداخته در گزارش و اینکه چطور جلوگیری از وسایل پخش و در دسترس بودن وسایل جلوگیری از حاملگی میتونه صدمه زننده باشه به زنان، در مورد این صحبت کرده که عقیم کردن به طور کلی ممنوع شده در ایران و اگر که شخصی سقط جنین انجام بده به شکل دائمی به عنوان مفسد فی الارض میتونه حتی محکوم به اعدام بشه. آقای رحمانی، شاید مشخصا این گزارش بیشتر از هر کسی دیگری به خود شخص ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران ربط داشته باشه، به دلیل اینکه بخشی از این گزارش در دوران ریاستش بر قوه قضاییه است و بخش دیگر برمیگرده به ریاستش بر قوه مجریه به عنوان ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی. مشخصا از این منظر اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، چه ویژگی هایی داره این گزارش؟ ببینید، رئیسی که یه مهره در این ساختاره بود، چون جمهوری اسلامی کوشش رو به گزارش حقوق بشری کلوف کرده و در حقیقت هر چقدر این گزارش ها منتشر میشه فقط سعی میکنه نیروهای داخلی خودش رو توجیه کنه، بگه معیارهای دوگانه داره. ولی خب تکثیر اشکال که رفع اشکال نمیکنه. جمهوری اسلامی میگه در کشورهای دیگه هم نقض حقوق بشر میشه. ببینید الان مقابله با حقوق بشر چه برای آقای رئیسی، اینا میگه ایدئولوژی در درون خودشان تولید کردن که این ایدئولوژی در حقیقت میگه حقوق، این اصلا حقوق بشر نیست، حقوق بشر این است که ما میگیم. جسو آقای رئیسی هم همینجوری فکر میکنه. شما آقای رئیسی شباهت به یه ماشین داره، کسایی که از نزدیک آقای رئیسی دیده باشن، آقای رئیسی یه دوگمه تو ذهنش داره، مطابق اون دوگمه شرکت میکنه و این دوگمه هستش که از طریق جمهوری اسلامی کاملا رو مسئله حقوق بشر در درون چند میلیون نفری که نفوذ دارن هی مدام کار میکنن. در حقیقت او سخنگوی وزارت امور خارجه به مردم ایران گزارش نمیده، داره موضعش رو به جهان اعلام میکنه و موضعش رو به هوادارهای خودش اعلام میکنه. حالا چگونه میشه این پوست کلوفتی از بین برد؟ یه بحث دیگه ایه. خانم زمینی، نسبت به گزارش های قبلی سازمان ملل اگر بخوایم این گزارش رو نگاه بکنیم، چه تمایزها و چه تغییرهایی درش میبینیم؟ ببینید مثلا در مورد اعدام، در گزارش‌های قبلی به اعدام‌های پرشماری که در ایران اتفاق می‌افتاد و اعدام کودکان پرداخته می‌شد، ولی در این گزارش به صورت مفصل‌تر به این قضیه پرداخته شده، به مرگ‌های درون زندان پرداخته شده و به همینطور شلیک‌های مرگ‌آوری که در تجمعات تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم اتفاق افتاده. بنابراین اینها مسائلی هستش که خب مسائل جدیدی هست. در این حال به قوانین جدید هم پرداخته، مثلا همین قانون حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و در مورد این صحبت کرده که خب مثلا این قانون رو گذروندن خوب، ولی تا زمانی که تعریف مشخص خشونت خانگی تو این قانون نباشه، خب بر مبنای چه تعریفی بعد میخوان مجازات بکنن افرادی رو؟ این که وقتی که هنوز مجازاتی برای تجاوز در ازدواج در نظر گرفته نشده، به قطره ناموسی پرداخته
نخواسته اینکه در این مدت افزایش پیدا کرده در خوزستان حداقل 60 زن در مدت گزارش دهی بر اثر قتلایی که به نام غیرت و ناموس داره انجام میشه در عمل زنکشی هایی هستش که به دلیل تبعیض در قوانین وجود داره هم پرداخته. در حقیقت مسئله دیگه که به اون پرداخته مسئله دادخواهی خانواده ها هست، اینکه کسانی که فرزندانشون کشته شدن و به دنبال دادخواهی هستن، به دنبال پاسخگویی مقامات هستن، به چه شکلی تحت فشار قرار گرفتن و این مسئله رو به شدت محکوم کرده. آقای رحمانی، اشاره کردید به واکنشی که سخنگوی قوه قضاییه داشته. چرا جمهوری اسلامی همواره محکوم میکنه اینو گزارش ها رو به جای اینکه هیچ در واقع ادله یا مستنداتی رو نشون بده و ارائه بده که نشان بده آنچه که حالا به هر حال متغایر با نظر اونها هست چی هست، در صورتی که حالا سمت دیگر میبینیم که حتی سرکوب معترضان رو هم منکر میشه و از طرف دیگه کسانی که معترض هستن رو آشوبگر میخونه. چقدر همه اینها میشه گفت با واقعیت حقوق بشری در ایران الان همخوانی داره؟ جمهورکاری اگه این کار نکنه چه کار کنه؟ ببینید الان محمد حبیبی، رسول بداغی، نرگس محمدی، نمیدونم دیگرانی که تو زندان هستن، مریم کریم بیگی، اینا چی هست؟ جرمشان چیه؟ یا مثلا بسیاری که بازنشسته ها آورده، یا همین مادران آبان، اینه جرمشون چیه؟ کشتار آبان چی میخواد توجیه کنه؟ میگه ما به مغزم زدیم. این جمهوری اسلامی باید این کار کنه. چون جمهوری اسلامی مکاری هم داره، از معیارهای دوگانه حقوق بشر استفاده میکنه. این بحث اینه کشورهای غربی حقوق بشر، ببینید، یک نهاد پایین دستی نسبت به دولت، مذهب و شرکت های اقتصادی. خب در ایران مذهب دست بالا رو داره، حقوق بشر از طریق دیدگاه مذهبی به حقوق بشر فشار میاد و دولت هم مسلح بینه. حقوق بشر اگر جایگاه اصلی در دیپلماسی پیدا کنه، ما میتوانیم حرفای بهتری بزنیم. ببینید جمهوری اسلامی میدانه کالاهای دیگه برای معامله و معادله داره که میتواند حقوق بشر رو پشت و کوش بندازه. میدانید تحریم های حقوق بشری از ساده ترین تحریم ها و بی اثر ترین تحریم ها. آنچه شما میدونید، من موافق تحریم بر مردم نیستم، اما بارها گفتم. پس حقوق بشر تقریبا چیز جدیدیه، یه چیزی است که در مناسبات باید وارد بشه و کشورهای ما که اساسا قوانینش با حقوق بشر همراه نیستش. و از یه طرف دیگه این بلایی که سر مردم میاره، اگه بخواد حقوق بشر رعایت کنه که نمیتونه این بلا رو سر مردم بیاره. پس باید این کار کنه. اگر این کار نکنه چیه؟ منتها یه چیزی هم با دوستان همه بدانیم، حقوق بشر، گزارش حقوق بشری آنی جواب نمیده، بلکه فرسایش مشروعیت میاره که آورده به نظر من در جمهوری اسلامی. او بشر آرام آرام تبدیل به معیارهایی می شود که مهم می شود برای موضع گیری، که ما باید به این بیشتر توجه کنیم. و خود ماها هم که با جمهوری اسلامی مشکل داریم، یا قبولش نداریم یا بخوام ازش عبور کنیم، من بدانیم که او بشر یک معیاری برای سنجش رفتارهای ما هم هست. چون حقوق بشر با نفی حقوق بشر، شما یه خشونتی هم در جامعه آرام آرام نهادینه میکنی، با بیرحمی که ایجاد میکنی، مثلا میزنی چشم کشاورز اسوانی کور میکنی، مثلا یه مادر بچهشو میکشی، بعد خودش هم برمیداری میبری تو انفرادی، در حقیقت یک نوع خشونت مدام داری تو جامعه بازتولید میکنی. ما از این منظرم باید این گزارش ها نگاه کنیم. این گزارش ها قرار نیست زود جواب بده، قرار یک معیارهایی در جامعه عوض کنه. اینا نباید دست کم بره. سپاسگزارم از توضیحات هر دو میهمان برنامه، تقی رحمانی، فعال و تلگر سیاسی از پلیس، و شعله زمینی، فعال حقوق بشر و زنان از وین.